هر وقت خواستید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. با معرفی کابینه جدیدی که امروز به حضور اعلیحضرت انجام دادید، در واقع تمام نمایندگان وسایل ارتباط جمعی رو غافلگیر کردید. ما غافلشون کردم، اونا بد فکر میکردن. به تمام شایعاتی که در زمینه تغییر وسیع کابینه بود پایان دادید. بالاخره گفتم این شایعات یه روزی بریزید دور، تو مملکت شایعات فایده نداره. یعنی که برنامه‌های وسیعی در زمینه‌های رفاهی چون گذشته دارید. حالا ان شاءالله تا فردا صبر کنید، خود حوصله بکنید، بازم شایعه در نیارید، گوش بدید ببینید به کجا میرسید. برنامه دولت رو فردا اعلام میکنید؟ دولت برنامه خاصی رو اعلام میکنه؟ برنامه خاص یعنی چی؟ یعنی که شما بخیال میکنید دیشب خوابیدیم یه برنامه جدید از مو بیا؟ دولت وقتی جدید دولت میاد برنامه ها رو میگه چی بوده، چی هست، چه خواهد بود و چطور میخواد این کارا رو پیش ببره. متاسفانه بقیدیم هم میتونم که اصلا برنامه در کار نبود، چون اگر برنامه بود که اساس برنامه پیش بینی کردن برای سالات متوالی، حالا 5 ساله، 6 ساله، 3 ساله، 10 ساله فرق نمیکنه، یعنی پیش بینی کردن مسائل اقتصادی و اجتماعی که پیش میاد قبلا پیش بینی کرده باشن پیشگیری بکنن. تغییرات در خود وزارتخونه ها مطرح نیست؟ بله بله، علازه تومانی فرمودن که بایستی این امکان رو داد اونجایی که لازمه به چهره های جوانتر، به این افرادی که در حزب رستاخیز ملت ایران با جوش و خروش این مدت کار کردن و صاحب نظر هستند، در پست های معاونت، مدیر کلی یا دستگاه های دیگه خدمت بکنن و خودشون رو آماده بکنن برای خدمات مهمتر و خدمات پرمسئولیت در داری. استدعا دارم که علازت بفرماین که تا چه حدود حزب در اجرای برنامه ها و هدف هایی که مورد نظر شاهنشاه بوده موفق بوده. حزب ما میتواند به خودش ببالد که پیشرفت کرده، بخصوص اگر ببینید که خب چه حرفایی میزنن راجع به ممالک دیگر، افراد احزاب مختلف میزنن سر همدیگه، سر همدیگر میبرن، سر همدیگر میشکنن، چاقو به هم میزنن، یا حتی میگوین که احزاب دیگر دو بعضی ممالک دیگر خارجی بهشون وجه میرسونن، پول میرسونن، تشویقشون میکنن، سیاستمدارا رو میخرن، میفروشن، خلاصه اون چیزایی که هر روز در اخبار میخوانید و میبینید. خوشبختانه این حق بازی ها در ایران نیست. این نارضایتی ها و ناراحتی هایی که امروز
در جامعه ما مشاهده میکنیم این مولود یک سیاست های غلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دولت های در این مدت 15 سال مستر کار بودن به وجود آوردن. سربازا به دست گروهبان رنجبر به طرف در بزرگ دانشگاه آمدن و چند تا رو مورد اصابت تیر قرار دادن. دو نفر دردم کشته شدن و یک نفرم زخمی شد. فکر کلی ما این است که همه ایرانی ها افراد شاه پرست و میهندوستی هستند و هر ایرانی که خون پاک آریایی در عروقش جریان داره به این آب و خاک علاقه منده. منتها خب در بعضی موارد ممکنه یک مطالبی رو وارونه به اطلاع بعضی ها برسونن و بعضی ها برای یه مدت کوتاهی فریب بخورن. پس ماها که آگاه هستیم از تحریکات و توطئه های بیگانه وظیفه داریم که بریم به همیهنانمون اینا رو بگیم. متاسفانه این دولت‌ها که در گذشته بودن اینها آمدن و هر اجتماعی هر جمعیتی اینها رو به هم زدن و بزرگترین مسئول در این کار بقید من همین سازمان اطلاعات امنیت کشوره که اینها یه وظیفه داشتن قید از اون چه انجام دادن. چون اومدیم مکرر مصاحبات گفتم از خیال میکنم که اشخاص مختلف در این مملکت ناراحتی‌های عظیمی دیدن از این دستگاه، دستگاهی که بایستی واقعا مستحضر و مطلع بود از اینکه چه در مملکت میگذره. شاهنشاه، چاکر مفتخر است که از جانب خود و هیئت وزیران و کلیه کارکنان دولت عید سعید فطر را به پیشگاه مبارک تبریک و تهنیت عرض کند. بینندگان عزیز، من از کاخ نخست وزیری با شما صحبت میکنم. بامداد امروز بعد از اینکه شاهنشاه آریامهر اعضای جدید هیئت دولت رو به حضور پذیرفتند، آیه شریف امامی به اتفاق سایر آیون وزرا به کاخ نخست وزیری آمدند و اولین جلسه هیئت دولت جدید تشکیل شد. جناب آقای مهندس شریف امامی، از بدین که خیلی کوتاه وارد سوال بشیم، اولین اولویت های شما به عنوان نخست وزیر کدوم هستند؟ اولین اولویتی که در زمان حاضر الان در نظر داریم عبارت خواهد بود از اینکه بین طبقات مختلف رفع اختلاف بکنیم و یک تفاهم کاملی بین دستشات به وجود بیاوریم تا بتوانیم که یک آرامش واقعی بین همه دستشات به وجود بیاد و بتوانیم که به کارهای سازندگی و پیشرفت امور مملکت برسیم. در کارهایی که میخوان انجام بدین نقش مردم آیا مشخص هست که چی هست؟ مسلم نقش مردم جلب همکاریشونه. جلب همکاری تمام طبقات و ما بدون کمک و همکاری مردم دست به هیچ کاری نمیتونیم بزنیم و نخواهیم زد. جناب شریف فامی، از وقتی که نخست وزیری شما به میون اومد، محافل خبری و سیاسی کشور گفتن که دولت شما یک دولت اتحاد ملی یا همین قصد و نظر این است که چطور در این راه حرکت خواهید کرد دولت شما؟ وسیله فراهم میکنیم که همه طبقات با هم آشتی به اصطلاح داشته باشند و با هم تفاهم داشته باشند، همکاری با هم بکنیم، نیروها در یک جهت باشه، همه برای خیر و صلاح مملکت و مردم عمل بکنند. کار لایحه تظاهرات، آزادی تظاهرات همه اینا تهیه میشه، به مجلس داده میشه. Thank you.
آقای خسروی، با توجه به اینکه حکومت نظامی برقرار شده، آیا دولت در مورد آزادی‌های اجتماعی سیاستش رو تغییر خواهد داد یا خیر؟ مطلقاً سیاست آزادی که دولت دارد اینها تغییر نخواهد کرد. به جهت وضعی که متاسفانه عده قلیلی پیش آوردن، ناچار شدیم که این تصمیمات گرفته بشه. کسانی که در روز جمعه به دوان شهریور جانشون از دست دادن تقدیم و تسلیت عرض می کنم و به مسببین واقعی اینها در داخل و خارج کشور نفرین می کنم. انتظار دارم از دولت جناب آقای شریف امامی هر چه زودتر این توطئه خائنانه را چشم و به اطلاع ملت شرق ایران کرد. دولت نیز آمده برنامه تقدیم کرد. آیا وظیفه فرد ما این است که آتش را تیزتر و تندتر بکنیم یا به دولت خدمتگزار اجازه بدیم برنامه خود را پیاده و به این نارسایی ها خاتمه بدهد؟ در این لحظه احزاب تاریخی بدن پرستان و شاهدوستان برای حفظ موجودیت وطن و نظام شاهنشاهی و استحکام اهداف وحدت ملی و کوتاه کردن دست بیگانه باید دفاع کنند. و فضای امن بتوانند برنامه تقدیمی خود را به مجلس به مرحله اجرا دریابند. من پوست و گوشت و استخوانم از این کشور است. من در این مملکت به دنیا آمدم، برای این مملکت و در این مملکت نمیرم. مجلس شورای ملی با 176 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به برنامه دولت جناب آقای مهندس جعفر شریف‌امامی رأی اعتماد داد. از امروز بنده شریف‌امامی 20 روز پیش دیگر نیستم. ممکنه یک روزی این صدا یا این نوار یا این گفتگوها که به صورت حقایق مستند هست از مراکز گروه‌های رسانی مملکت که فعلا تحت اشغال نظامیان هست پخش بشه برای مردم، و روزی که رادیو و تلویزیون از اسارت نظامی‌ها خارج شد، مسلماً این میتونه یک سند بسیار تاریخی و مستند باشه که نشون بده به مردم ایران که واقعا دولت‌های دست نشانده حکومت استبداد از شهریور ماه به این طرف چه جنایاتی رو مرتکب شدن. و اگر ما بخوایم از مسئولین امور که بیایند و توضیح بدن که اینها چه میخواستند و برای چی اینها به خاک و خون در غلطیدند، من مسلم میدونم که هیچ کس نمیتونه این جواب بده. Ah!
گفتیم ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست، که تیراندازی شروع شد. سه تا از جوانای ما، جوانای این مرز و بوم، این آب و خاک، و در همین نقطه شهید کردن. بعد مردم متفرق شدن، فرار کردن. من آمدم همین جنازه رو، همین شهید رو گذاشتمش با این دستام تو ماشین، حالا پاک شده خوناش. این روز که ما تیر خورده ها رو داشتیم تو 24 اسفند جمع می کردیم، 5 تا تیر به آمبولانس ما زدن، یکیش از زیر پای خود من رد شد که ایشالله ولیعتش بمیره. ما جوونا رو داشتیم جمع می کردیم، جوونای 20 سال 22 سال 23 سال همه شهید، همه تو مغزاشون زدن. و امیدوارم به روح رسول الله، به روح خدا، به روح تمام شهدا خدا را قسم میدم، الهی شاه ولی عتت بمیره. الهی امید که بچه هاش بیاد ایران شکنجه بدن تا ببینه چجور شکنجه کشیدیم ما. برای چی؟ برای تمام بستگان ما، همه برادران ما شهید شدن. چرا؟ ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. در پی استعفای دولت و برای جلوگیری از اسمحلال مملکت و از بین رفتن وحدت ملی، برای جلوگیری از سقوط در هرج و مرج و آشوب و کشتار، و به منظور برقراری حکومت قانون و ایجاد نظم و آرامش، تمام کوشش خود را در تشکیل یک دولت ائتلافی مبذول داشتم. و فقط هنگامی که معلوم شد که امکان انجام این ائتلاف نیست، به ناچار یک دولت موقت را تعیین کرد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش، در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود، تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. شاه از اول شاه نبود، پدرش هم نبود، و دلیل این است که مجلس مؤسسان که درست کردن، مجلس مؤسسان سرنیزه‌ای بود که باید به تاریخ رجوع کنید. و چون مجلس مؤسسان باطل بود، از این جهت از اول نه رضا شاه شاه بود نه پسرش. و بر فرض این که از این جهت مسامحه کنیم، دلیل بر این که مخروع است رفراندوم مکرر ایران است که یکیش هم روز تاسوعا عاشورا، همه مردم میگن نمیخوایم، و به حسب قانون سلطنت یک چیزی است که ملت باید به شاه بدهد، و سلطنت را ملت از شاه گرفت. بنابراین حزب ما حزب خدا، رهبر ما روح خدا، حزب ما حزب خدا، رهبر ما روح خدا، ما همه کار کردیم رنج بریم مستعفیم، حزب ما حزب خدا، رهبر ما روح خدا.
هموطنان عزیزم، در این ساعات بسیار حساس و دقایق تاریخی تاریکی که بر شما ملت شریف ایران و بر وطن عزیزمان می‌گذرد، سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه، مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود. گذشت 25 سال مبارزات پیگیر و اعتراضات مستمر به نحوه اداره کشور، امروز شاهد یک آشفتگی عظیم و گسترده‌ای در ایران عزیزمان هستیم. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد. ننه 6 سال زندان بود تا زندان آزاد شده، ننه اون بزنم 14 سال زندان بود. ای لعنت بر این شاهی، الهی داغ ولیعتشو ببیند و بمیره. الهی همچی که داغ به دل من گذاشت، خدا داغ به دلش بذاره. این محمد 7 سالش بود پدرش مرده. یه ملتی که فریاد میکند که این ملت، این دولتمون، این شاهمون، این مجلسمون برخلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمون دست خودمون باشد، آیا حق این ملت این است که یه قبرستان شهید برای ما درست بکنند؟ من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد. که اینجا جمع شدیم میخوایم نشون بدیم که چقدر از این سیستم فاسد، مخصوصا سیستم سلطنتی، همین مشروطه سلطنتی که حالا دارن عنوان میکنن به عنوان قانون اساسی دارن تحویل ما میدن، واقعا منزجر و بیزاری در درجه اول. و بعد هم که مسلمه که کشتاری که دیروز به دستور آقای شاپور بختیار به قول خودش حکومت ملی و سوسیال دموکرات داره انجام میده، تنفر خودمون رو نسبت به اون ثابت بکنیم و بعد فرزندای خودمون رو، برادران خودمون و پسران خودمون رو از مرگ حتمی که ممکن در اثر کمبود خون بهشون دست بده نجات بدیم و ثابت کنیم که اتحاد و همبستگی ما هیچ وقت گسستنی نیست، حتی اگر تمام مردم ایران هم بخوان با گلوله و مسلسل و توپ و تانکی که به وسیله امریکا با خون ملت، با خونی که در تمام رگ‌های ما جریان داره خریدن، باز به طرف خودمون میگیرن، اونها رو در واقع از بین ببریم و ثابت بکنیم که هیچ وقت ملت ایران و هیچ ملتی از بین رفتنی نیست. Oh!
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. علی‌حضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم. نخستین نقطه‌ای که علی‌حضرت اشکالان میشن در کجا خواهد؟ فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. مصاحبه ما برای فیلمی مستند و ثبت در تاریخ است. 24 روز از نخست وزیری شما می گذرد. اما شاه از ایران رفته. آیت الله خمینی مصمم است به ایران بیاید. فرودگاه های کشور بسته است. ارتش 2 روز است در تهران دست به کشتار زده. مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می بینید؟ مسئله یکی نیست. این سوال شما چندین سوالشه. آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنند، اون امری صلاحی، ولی مسئولیت نباید لوس بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه‌هایی دارند و ارائه میدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.